نانم اینم یال خدا راستی که قسم برات خوردم اگه چای سبا ما اینمی فامیل ما خورده باشه تا بال مردم تزمستان دستندلی میشین اگرم که ما گرم شوی ما اینمی کار ما بود دمی بسن دمی زمستان ما پالک پاک کدیمی یک ده دوازده سال شده ما کالا رای تو پیرن گاز نکدیم که در جان اشتکایم کنیم یا در جان خدا امی کالای مردم با ما دادم ما پوشیدیم. حالا جان شما چند سال از آرسیتان میشه؟ یک 20 سال و 25 سال از آروسی میشه. 20 سال و 25 سال. چقدر وقت میشه که در این حالت هستین شما؟ از ام اول کارسی کردن امی روزگار بود یا پسان؟ از اولم یک 5-6 سال میشورم خوب بود. بعد از اون اما تا سفراب شد دیوانه شد. چرا ای قسم شد؟ چی شد؟ من چون نمیفهمم دیگه امو تو سفراب شد یک دفعه دیوانه شد. ما را میزن اولادای ما میزن این امو تو بعد سنگ بزن با سیخ بزنم یار چه که دست شما توار میکنه میزنه باز دیگه او را خستیم بازی چیش کردیم به سرش کردیم گفتیم باش کالی خوب شده خودم این تو تخم فروشی این دختره که میکنه خودم پالک پاک میکنم در خانه کراییستیم 2000 کرا میتیم یک خانه و یک دالیزه بسکار با مشکل دیگه زندگی ما را پیش میبریم دیگه. خاله گلسوم آلو خو فعلا شوهرتون حالت روانی گفتین در بستر است، حالا که کار کرد نمیتونم چون نو مریض هستن. اول که اونا خوب بودن چه قسم بود؟ اول که خوب بودن تو کار نمیکردین تو دمی یک تایرا کار میکردن و بسیاری جای دمی چی میرفتن که اگه یکی چی شوه مگه می تو کار نمیتونست کرده که کار کنه و از مزدور کار بودن آنان مزدور کار بود. ای پالک چه قسم است خاله گلسوم؟ از کیه؟ از کسی هست؟ از خودتون هست؟ نه نه ای را از کسی نیست اینو بچه گا که خوردم هست که امو بچه دارم دگه کی را ببره دگه اینمی پالک هسته و جورش میکنیم صد را پا پینجا را پا روزی بر ما میته ای از دگه نفر هست میه میبردش ای را بر شما بر پاکاری میته ای پالک؟ با پاکاری ما را داده روزانه چقدر پالک شما پاک میکنین باز از این روز صدر بزرگ کن میدن؟ هر چقدر که پالک باشه دو متر تا میکنه یک متر یک زننجا تا میکنه دیگه با ما یک صدر پا یا پنجار پا شصر پا با ما میتا که سرمی ما روز روزگار ما یعنی از یک متر کامل یا از یک زننج کامل بر شما فقط مو 60 صدر پا نه میگه نیست میگه که امو خوش هستی بکنی نیست میگه دلتان دیگه ما مجبور میشیم میگن که برو دست ما بند است نمیشه رسیدگی نمیتونه که برو خیر است مو 50 پمپتی از مال همه قشوه که ما امی حالا گلسوم اولادتان چند دانه هستن کلانترین اولادتان چقدر از کاریگر هست ای که تنها خودتان کار میکن نه میگم این امی بچه که ماست دگه اینه یک تا دختره که ماست ای پالا که میبره دختره که تون تخم مفروشه امی سه نفر هستیم کرای خانه تون چقدر هست؟ کرای خانه ما 2000 هست امی یک اتاق هست یک اتاق 2000 هست یک اتاق از دیگه نمی کلا دیگه کاسی ما را در مودای چی میکنیم اتاق میکنیم او دیگه خودم هم خیلی میکنیم امو جا اما 2000 صاحب خانه چه قسم وقتر کرای خانه کدام وقت مقال نکدن که کرای خانه همیشه میتین هزار نیستین از کرای خانه هستیم یک 10000 پا قردار هستیم از امی کرای خانه که دادن نتانیم باز میگویم میشه میگویم خیر هست دیگه باش که تا ولی ما پیدا میکنیم برای شما میتین یعنی که 5 ماه میشه که شما ندادین 10000 افغانی ۱۰۰۰ افغانی قرضدار هم هستیم دیگه اینم تو که زور ما نرسه میگویمش خیر هست اینه نیم کرار هم ندادیم گفتم برو خیر هست همی پالکار رو جور کنیم مگه هم گفتم شبه میتین در دستتان سای بولی هم میتوی چیستا میگم ما کی به تو سیل کنیم که تو پای صدار شوی تو با ما پیسی کرار رو بدی یعنی زیاد وقتتان نمیتا؟ چقدر وقت میشه پالک پاک میکنیم؟ چند سال میشه؟ از ما چند سال؟ امی یک 5-6 سال میشه که پالک پاک میکنیم وقت نانبایی میکدم، نان پخته میکدم آلی همو جنان پالک هم میکنم، نانبایی هم با میکنم یکان وقت نان کسی بیاره میگم برو که دایی دستم نشلی توجه کار کنم که نان وشته که مرا خود پیدا کنم یعنی که با شما مردم خمیر میاره و خمیر برشان در خانه نان پخته میکنیم نان پخته میکنیم سر کارتان آقا نان پخته میکنیم با ناناشان میبره با چهار پا و سیر پا و ما میتک که ما این روز روزگار ما را پیش مکتب نخوندین شما دیگه سواد ندارین نه ما خود مکتب نخوندیم اینی بچه گکم در مکتب هسته سنف چند هستی گک؟ سنف دو سنف سه سی سنف سه است و اینمی دختره که من دیگه در سال اینمی آینده دیگه بعد از اینمی چی شاملش می کنم شامل نکنی دو دانه دیگه خورترک است اینجا کورس است دیگه پیسه نبود قلم نبود که ما در شخصی را ببانیم اینجا کورس است در موجه مانده میشه
که خاطر قلم و کتابچه شو کورس من کدام سواد آموزی وریم تو کدام کورس از کورس خانگی ها نه به این با این نمی خاطر قلم و کتابچه شو پیسه نبود با او ها میتدش با این که اینطوری چیزا گفتم امو جبان اگر نیو قدر او جا کوشش هم نیست خاطر خاص اینم تو پیسگی او جا ما یارا ماندیم برو خوب است یک رای میگیره یک گوشی از میگم برو کالی دادی خودی وانا حساب خراب است میش تو خو یک چیز برای کالی متوکه اینم توری کنم بخید بخی گمش کی دیگه بعد چی بگم اینم تو حالات ماستن نان ما اینم یال خدا راستی که قسم برات خوردم اگه چای سبا ما اینمی فامیل ما خورده باشه تا بالی بیا توکل به خدا خدا مهربان است با امید از اینکه دوستا هر یک شنده کمک هایی که به شما میشه سم بگیرن شریک شوند بتانند دستتان را بگیرن زنده باشی خیر ببینی خانگه که تان آباد خیر ببینی خاله گلسوم میشه بگوین از فامیلتان از خش قوم خودتان از فامیل شوهرتان هیچ کسی نیست که تو یک ذره وضع مالیش خوب باشه نه 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 سنمی این بیادرم هم یک تاسه او خودش اینم تو استقاقش چیز تا بینان است او خودش هم نمیتانه کده او دیگه تا خسران ما میتونه فر نیست که تا ما کمک کنه حالی که باشم باشم نمیکنه کمک تا ما نمیتونه هر کس مصروف خودش بار خودش هست هر کس مصروف خودش هست که تا ما کمک نه نمیتونه حالی ما که مجبور نباشم اینم یار چای سوب ما تا بالی نکردی حال که گلونم خوش کنی وشت کن سوبکی دختر آمد گفت مادر چی چای نخوردیم گفتم برو بچین که چای نخوردم ای تخمت بر چه ذاتش کنم دیگه ما این حالی پالا که تا بالی جور نکدیم این از تا بالی نمیالی از ده بچه خوشت باشه ما تا بالی چای نما نخوردی بیا خدا میربان است توکل با خدا چه قسم حالی که هوا یک کمی گرم شده خب خاله گلسوم روزای زمستان به می حال دمی حولی دمی خانه دمی زمستان دوستا تصویر شدیدن دمو حالت شما دمی زمستان دمی خانه بودیم این دال زبیب از دست کرد در آن است بخی دمو یک دال زمدگ میکنیم من میشینیم همی کل علایه از بیرون میاد داخل نمی جن بخی نمو تو دختر میگه میگه بخی ما دیگه دای خانه خو میگه بخی دیوانه سار شدم از دست لای و جنگل و بعد بالا مردم زمستان در صندلی میشینه گرم که ما گرم شوی ما این نمی کار ما بود دمی بسستانم پالک دمی زمستان ما پالک پا کدیمی دمی خونک چطریگه که در سر ما میگرفتیم که باش سر ما برف بارش نشه دمی ما کار میکردیم شما ایش تشویش نکنین شما قهرمان هستین شما کسی هستین که ما و تمام بیننده های ما و شما افتخار میکنند چرا که خانم هستین زن هستین خواهر ما هستین مادر ما هستین کسی هستین که از رای حلال حلال نفقه فامیلتان را بدست میارین کار بد نمیکنین کار بد اخلاقی شما نمیکنین کار میکنین که با سر بلند با نام نیک ای رزق حلال پیدا میکنین با اولادکایتان نفقه از نارا میتن بازم توکل به خدا ببینیم دوستا کمک بکنه به شما تا اینکه یک ذره زندگیتان تغییر بکنه یک ذره از این حالت برای یک ذره آسوده شوین یعنی تو برای نمی گداله زبیبی می خانه را بگو بگو یا فرین که تو در یولی خانه چه تو زندگی میکنی در یک خانه برم خارجان خواهی یک بار داخل خانه را بگو درست است بیا بخیلی دویش بکن بیا این تو دینی از این تو دینی اولاد ما زندگی میکنه یا ای خانه را میبینی بیا یه سر کرا بزار کن حال دیگه برقا نیست برق نیست نه برقی جایی جا خود دمی کنوالا ما شوشتن که خاطرم باش دیگه ای بستر آلموری اینجا نه نه کلاس کلاس هر کس که کلا میتبا میوشت که کن با در بوجیب میپرتم اینجا میمانمش میگم خیر است اشتگا کن خب با کلا زمستانی فصلی با بوجیب بوجی میکنیم در اینجا میمانیم که هر کس میتا میاد نان بایی که نان بپزم با کلا گونیشانا با ما میاره میگو برو که نان میپزم کلا را بگی با خودم با ما اینک یک ده دوازده سال شده ما کلا را تو پیران گاز نکدیم که در جان اشتگاهیم کنیم یا در جان خدا امی کالای مردم به ما دادم و پوشیدیمش خیر هر کدام ما به یک نحو مشکل داریم یعنی زنا تو بیا امینانا را که بیاره دوستای ما را یک وسیله بسازه برش میگم خیر است امینی کچگه که تانه نبیا نبره کمیشت که کنیم
نه نداره میگم اینا میول تا چای سوبکی 11 بجه شد ما دزبان نزدیم نخوردیم چای سوبکی را حال خو گلونم خوش گفتم بریم پالکارو جور کنین کو مردکه باز بیا هم پالکارو ششون میکنه تا بولش ما چی میکدی را جور نکدی خیر خیر تشویش نکنون شما خدا مهربان است تا یک هموطن ما هموطن ما وسیله شون با شما کمک شون بخیر بخیر دوست عزیز شما شاهد حالت زندگی خاله گلسوم خواهر ما که در این حالت هستند چقدر اینا مشکلات دارند چقدر اینا در بدری و روزگار بد دارند چشم برای کمک شما هستند دوست عزیز منتظر کمک تک تک شما خوبان هستند تا اینکه بتونین یک دست یاری بر از اینا برسنین بتونین حداقل یک ذره از مشکلات از نار شما حل بسازین با کمک هایتان شما هر کدامتان میتونین در این کمک دوستای نازنین سهم بگیرین و همچنان شما نظارگر برنامه پس کوچه های مهربانی از چینل آریا گروه بودین این برنامه تقدیمتون شد امیدوار هستم که محتوای برنامه مورد پسندتون تمام شده باشه دوستای عزیز و همچنان لحظه به لحظه برنامه رو شما بیننده بوده باشین و یک لحظه کوچکی از برنامه رو شما از دست نداده باشین دوستای عزیز منتظر برنامه بعدی پس کوچه های مهربانی از چینل آریا گروه دوستای خوبم باشین تا اینکه بتونیم یک هموطن دیگه ما را زندگی از نور به تصویر بکشیم و بتونیم از طریق کمک های شما یک چیز بر از اونا ما یاری برسانیم یک چیز بر از اونا ما بتونیم کمک بکنیم با امید از اینکه خاله گلسوم ما دفعه بعدی با دست پر بیاییم بتونیم یک گوشی از مشکلات شما را حل بسازیم از طریق کمک های دوستای ما انشاءالله به شما کمک بکنن دوستای عزیز شما میتونید چینل ما را سابسکرایب بکنید لایک بکنید و همچنان کامنت بگذارید در بخش کامنت نظریات انتقادات و هر سوالی که دارین میتونید با ما در میان بگذارید منتظر برنامه بعدی باشین همه تان به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم البته ما و خاله گلسوم چشم براب و منتظر کمک تک تک شما خوبان هستیم الله نگهدار